أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هنگامی که واقعه عظیم قیامت واقع شود، هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند. این واقعه گروهی را پایین می آورد و گروهی را بالا می برد. آن هنگام که زمین به شدت به لرزه در می آید و کوها در هم کوبیده می شود، به صورت غبار پراکنده در می آید و شما سه گروه خواهید بود. نخست سعادتمندان و خجستگان. چه سعادتمندان و خجستگانی! روح دیگر شقاوتمندان و شومانند. چه شقاوتمندان و شومانی! سومین گروه پیشگامان پیشگامند. آنها مقربانند، در باغهای پر نعمت بهشت جای دارند. روح زیادی از آنها از امتهای نخستینند، اندکی از امتهای آخرین. آنها مقربان بر تختهایی که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند، در حالی که بر آن تکیه زده و روبروی یک دیگرند. نوجوانانی جاودان پیوسته گرداگرد آنان می گردند، با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از نهرهای جاری بهشتی و شراب طهور، شرابی که از آن درد سر نمی گیرند و نه مست می شوند، و میوه‌هایی از هر نوع که انتخاب کنند، گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند، همسرانی از حورالعین دارند چون مروارید در صدف پنهان. اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام می دادند. آن باغ‌های بهشتی نه لغو و بیهوده ای می شنوند نه سخنان گناه‌آلود. تنها چیزی که می شنوند سلام است، سلام. و اصحاب یمین و خجستگان. چه اصحاب یمین و خجستگانی! ها در سایه درختان سدر بیخار قرار دارند و در سایه درخت تله پربرگ، درختی خوش رنگ و خوشبو، سایه کشیده و گسترده در کنار آبشارها و میوه‌های فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمی شود. همسرانی بلند مرتبه، آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم، همه را دوشیزه قرار دادیم. زنانی که تنها به همسرشان عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و همسن و سالند. اینها همه برای اصحاب یمین است. گروهی از امتهای نخستینند، گروهی از امتهای آخرین. و اصحاب شمال. چه اصحاب شمالی که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می شود. ها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند، در سایه دودهای متراکم و آتشزا، سایه ای که نه خنک است و نه آرام بخش. ها پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بودند، بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند و می‌گفتند هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟ آن نیاکان نخستین ما برانگیخته می‌شوند؟ بگو اولین و آخرین همگی در موعد روز معینی گردآوری می‌شوند. سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده، قطعاً از درخت زقوم می خورید، شکمها را از آن پر می کنید، روی آن از آب سوزان می نوشید، همچون شتران مبتلا به بیماری آتش از آن می آشامید. این است وسیله پذیرایی از آنها در قیامت.
ما شما را آفریدیم، پس چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمی کنید؟ آیا از نطفه ای که در رحم می ریزید آگاهید؟ آیا شما آن را آفرینش می دهید یا ما آفریدگاریم؟ ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد. گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی دانید آفرینش تازه ای بخشیم. شما عالم نخستین را دانستید، چگونه متذکر نمی شوید که جهانی بعد از آن است؟ آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟ یا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟ هرگاه بخواهیم آن را مبدل به کاه در هم کوبیده می کنیم که تعجب کنید. گونه ای که بگویید به راستی ما زیان کرده ایم، بلکه ما به کلی محرومیم. آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم؟ گاه بخواهیم این آب گوارا را تلخ و شور قرار می دهیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ آن را وسیله یادآوری و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده ایم. حال که چنین است، به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن. سوگند به جایگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آنها، این سوگندی است بسیار بزرگ اگر بدانید. آن قرآن کریمی است که در کتاب محفوظی جای دارد، جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند. آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده، آیا این سخن را سست و کوچک می شمرید؟ و به جای شکر روزی هایی که به شما داده شده آن را تکذیب می کنید؟ پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد توانایی بازگرداندن آن را ندارید و شما در این حال نظاره می کنید و کاری از دستتان ساخته نیست؟ ما از شما به او نزدیک تریم ولی نمی بینید. اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید، پس آن روح را بازگردانید اگر راست می گویید. پس اگر او از مقربان باشد، در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است. اگر از اصحاب یمین باشد، به او گفته می شود سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند. اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد، آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود. در نوشت او ورود در آتش جهنم است. این مطلب حق و یقین است. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن.